بسم الله الرحمن الرحیم قرار است هفته آینده اجلاس بروکسل برای افغانستان برگزار شود. در این اجلاس 70 کشور جهان و بیش از 30 نهاد و سازمان بین المللی شرکت می کنند. همچنین قرار است که در این اجلاس به افغانستان سالانه 3 میلیارد دلار کمک شود برای مدت 4 سال که خودش می تواند یک موضوع مهم و قابل توجه باشه برای افغانستان. اما نماینده ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان تاکید کرده که در صورت ناتوانی افغانستان در مبارزه با فساد و اجرای اصلاحات در کشور ممکن است که این کمک ها در این سقف نباشه و کاهش پیدا بکنه. فساد یکی از مهمترین معضلات اداری در افغانستان هست که به عنوان شاخصه و شناسنامه بین المللی افغانستان هم مطرح هست و عمدتا کشور ما را در بیرون از افغانستان به عنوان کشوری آلوده به فساد میشناسند و این موجب شده که بسیار از فرصتهای بین المللی از اختیار افغانستان خارج شود و ما همچنان در نشست ها و کنفرانس های بین المللی سرافکنده و سربزیر باشیم. در این ساعت سیاسی در خدمت مهمان عزیز و ارجمندمان جناب پوهاند دکتر محمد داوود راوش رئیس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان و استاد دانشگاه هستیم برای واشکافی ابعاد فساد و چرایی و چگونگی این پدیده در افغانستان. سلام به شما و سلام به شما استاد عزیز، خیلی خوش آمدید. تشکر. اجلاس بروکسل یک از مهمترین اجلاس های بین المللی برای افغانستان است، اما جدای از توانایی یا ناتوانی دستگاه دیپلماسی ما در استفاده از این فرصت، بفرمایید که این اجلاس مخصوصا برای آینده افغانستان چقدر مهم است و چقدر تاثیر میگذاره بر شرایط آینده کشور؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با درود و سلام به همه عزیزان. خدمت شما به صورت مختصر عرض کنم که اجلاس بروکسل در پیامد جلسات گذشته که در سطح بین المللی دایر شده دایر میشه. جامعه جهانی یا غرب و ایالات متحده آمریکا بعد از کنفرانس توکیو تا فعلا این پروسه را تعقیب کردن و انقطاب مطلق واقع نشده. فعلا کنفرانس بروکسل برای افغانستان در این مرحله تکاملی تاریخ افغانستان بگویم بهتر است اهمیت بسزا داره، اهمیت فوقلاده داره و بهتر است بگویم که 70 کشور که به خاطر یک کشور گرده هم میان مسلم است که اثرگذاری خود هم در پرستیج بین المللی کشور و هم در آوردن ثبات، صلح و رفاه اقتصادی مردم در قبال داره. ولی همه اینها مستقیما متناسب است به کارکرد ما هم که او را بعدا بحث خود کردیم، اما در کنفرانس بروکسل یا در اجلاس بروکسل بهتر است بگویم که اراده جامعه جهانی در حقیقت خیلی ها یعنی مهم است و اساسی است. اگر ما بسیار لابی هم می کردیم بالاتر از این چیزی که اونا تصمیم گرفتن، یعنی چیزی که اجماع عمومی بر شده و سعه گذاشته، از او بالاتر نمی شد. اما بازم تلاش های دولت افغانستان ممکن است که بتانه اگر ما وجه درست یک پرزنتیشن خوبتر داشته باشیم و کارا را نه به روال عادیش بگذاریم بلکه تلاش بندگی خود هم داشته باشیم و تلاش ما نتیجهش همی خواد بود که یک میلیارد دلار دیگه ممکن تا حتی 2 میلیارد گنجایش ازی است که جهان کمک کنه، در صورتی که ما بتانیم راه های مصرف درست پول قبلی خوده و راه های مصرف پول موجوده به صورت درست و شفاف بگیم و علاوه بر اینها او تضمین و گارانتی رو باید بتیم که این پول دیگه حیف و میل نمیشه و این پول دوباره از منفذهای مختلف از افغانستان بیرون نمیشه و برای سرنوشت همین ملت درد دیده و بیچاره مصرف میشه. به این خاطر جامعه جهانی و کنفرانس بروکسل معطوف به این مسئله بیشتر سخن میگن و حتی سخنگویان کشورهای مقتدر جهان یا کشورهای بزرگ پیوسته شرط مصرف درست
به دولت افغانستان میگذاره. ما اگر گذشته اجلاس ها و نشست های بین المللی برای افغانستان را معیار داوری خود قرار بدیم، با توجه به اینکه تا کنون چندین نشست مهم بین المللی برای افغانستان برگزار شده اما هیچ کدام تأثیر مثبت و ملموسی بر شرایط سیاسی و امنیتی افغانستان نداشته و موجب ثبات داخلی در کشور ما نشده، چقدر ما میتونیم امیدوار باشیم به اینکه این اجلاس میتونه چنین پیامدی در پی داشته باشه که شما بهش تاکید میکنید؟ خب من خدمت شما بگم که بسیار بدبینم نباشیم و بسیار خوشبینم که به اصطلاح یک نوع رومانتیزم یا رومانتیک فکر کنیم، اوترام درست نیست. یک مقدار با واقع‌گرایی و حقیقت‌گرایی یا نک صحبت کنیم ببینیم وضعیت در یک وضعیت کاملا دشوار اقتصادی اجتماعی، بحرانی بسیار فراگیر، خیلی دشوار بود که شما پول قران قران یا پول سنت سنت یورو پر پر حساب بتین. برای از اینکه وقتی که پول وافر وارد یک سیستم میشه و اوجا بیش از پول سیستم نیاز است. ما در آغاز حکومت کرزی سیستم نداشتیم، پولای باد آورده آمد به دریاها خاری شد و دریاها بود و ترتیب شد. خب کارهای هم صورت گرفت در عرصه معارف، تحصیلات عالی، رسانه ها، سرکسازی، بعضی کارها شد، اینطورم نیست که مطلق کار نشد. اما مثال همیشگی ما که با $1,000 یک دونه قلم خریدیم و در آخر هم راجع به قلم خیلی گپ زدیم، قلمی که ممکن $1 قیمتش بود، $999 دیگه مفقود شد و حیف میل شد و جیب اشخاص فرصت طلب و معاملگر سرازیر شد. هرچند در آغاز جامعه سرمایه‌داری و دوران ای که جامعه به اصطلاح سود و سرمایه شکل میگیره، نسل اول سرمایه‌داری نسل خیلی ها کارکشته و کاریگر نمی باشه، کاریگر نیست که از به اصطلاح از زور و بازوی خود و از مزد شست خود پول در آورده باشه، یا از راه های اختلاس یا چور یا رشوه یا فروش یا غارت عمدتا این پول انباشت این سرمایه صورت میگیره، متاسفانه در برخی موارد همونطور بوده. و یک نمونه که در افغانستان متاسفانه تجربه بده که واقع شد ای بود که پول در زمانی بیشتر به افغانستان آمد که او وقت افغانستان از نظر ساختار دولت، اداره حکومت، حتی نهادهای تحصیلی تعلیمی همه ویران شده بود. ما در یک ویرانه پول خالی کردیم. دقیقاً امیر میخوام عرض کنم خدمت شما جناب استاد که کمی متفاوت است. بله میخوام عرض کنم که اولا مواردی که شما اشاره فرمودین از کارهای انجام شده در دوران حکومت آقای کرزی و پس از او در دو سال گذشته، نهایتاً کارهای زیربنایی نبوده، زیرساخت‌ها در افغانستان بازسازی نشده، در حالی که کل زیرساخت‌های ما در طول جنگ‌های داخلی از بین رفته و متلاشی شده. به علاوه فرمودین ما سیستم نداشتیم، در حالی که ما فعلا سیستم هم داریم، تا این سیستم فاسد هست و در واقع برطرف کردن این سیستم یا از بین بردنش خود نیاز به زمان طولانی و هزینه های بسیار هنگفت داره. در این قبال فکر نمی کنین که خود جامعه جهانی هم تا حدی مقصر هست از جهت که در افغانستان کار برای ایجاد سیستم نکردن و حمایت کردن از یک دولت فاسد، در حالی که شاید میتونستن با اعمال فشارهایی موجب اصلاحات حکومت و ادارات سیستم افغانستان شوند؟ خب فرمودین شما درست است، ولی یک مقطع اول باید سر حس پاتریوتیزم یا وطن پرستی یا وطن دوستی خود ما اول بحث کنیم. خارجی هرچی میکنه کارش است، وطنش نیست. برزو پول بسیار مهم است که زن و بچهش در فلان ویلا یا در فلان ساحل بحر زندگی کنه، فلان رقم خانه داشته باشه، این بس حق از گپ از اون و بس میمونه. بس حس وطن دوستی، حس حب وطن، وطن پرستی، این باید ما در بین جوانا، در بین مردم خود این حس تقویه کنیم. ما خارجی را حق دادیم، ما خارجی را راه نشان دادیم، در برخی موارد ما وسیله شدیم با خارجی ها. یک مثلا اون نکته که شما اشاره فرمودین خیلی جالب است که در برخی کشورهای حتی افریقا، کشورهای افریقایی، سازمان ملل
و کشورهای مقتدر جهان بعد از فروپاشی ها و بعد از جنگ ها و بران هایی که در کشورها واقع شده حتی یک اینجور وظیفه دادن. اینجور های بزرگ است از سطح بین ملی، نهادهای بزرگ بین ملی است که غیر دولتی هستند. اینا از دولت سازی شروع تا پروژه سازی تا ساختار سازی تا نهاد سازی، نهاد سازی و همه و همه همکار شدن و اینا به فوریت تمام این دست وقت تانستن که یک ساختار خوبی را در یک جامعه به وجود برن. و در برخی موارد کشورهای بسیار نزدیک ما شما مثل دبی مثلا، دبی اگر برهانهای یک چینی نداشت یک کشوری به سینه افتیده و کشوری دارای توانمندی کلان نبود. چند پروژه کلان آمد و اینا را تانستن که سرپا بسازن و سرپا ساختن. در مورد افغانستان یک مقدار جفا شده و این جفا جفای چند بود داره. یک مسئله نیست که صرفا ما خارجی ها را ملامت کنیم. در برخی موارد خارجی ها افغانستان درست نمیشناختن. راست گپی که غیر از انگلیس ها و روس ها دیگر ها افغانستان ها اطور عمیقی که خب فرانسوی ها ممکن یک مقدار جرمنی ها، من نمیگم که تحقیقات نشده شناختی وجود نداشته، ولی امریکایی ها شناخت عمیق نداشتن از افغانستان. امریکایی ها خیلی یعنی در برخی موارد آدم میتونه بگه بسیار با دل باز با دست باز فکر کردن که خب $1 میلیون این 1 کیلومتر سرک، اما خبر نبودن که نرخ کار در اینجا 100 افغانی است یا 200 افغانی است مثلا نرخ کار یک کارگر. اگر ریسرچ هم کردن پسان بسیار ناوقت بود. ولی خب دلایلی که راه شماست دلایل فراوان است، ولی اما کسانی دیگه جناب استاد به این باور هستند که یک برنامه هدفمند بوده که در افغانستان. بله من در این مورد افغانستان از بحران میخوایم بگویم که در این مورد هم خدمت شما گفتم که فاکتورهای مختلف است. بله از گمانه‌زنی های دیگه است که نخواستن. چرا نخواستن؟ بعد باز هم سوال است چرا پول خود به این رقم مصرف کردن؟ کدام آدم عاقل و هوشیار دانا پول خود در دریای سن مندازه، در دریای عمو مندازه که مویای دریا بخوره دیگه؟ کنی این تو اینطور فکر نمی کنم که در برخی موارد من فکر می کنم که یک نوع جنگ نهانی سود و سرمایه با جهان عقب افتاده بوده. مثلا بسیار ساده براتون بگویم یک بار پول ریختن که مردم با پول عادت کنه، یک کمی به اصطلاح با مو زرق و برق روزگار و با رفاهیت و با اینا آشنا شن. بعد اینو چیدن کنال شما بگیم که اون پول چی شد، شما که عادت کردین به پول و پول وافر. و دیگه بار بگین که شما خوب پس چیزی که ندارین پولی که ندارین خیلی چیزی خود دارین که برای ما بتین که ما در گره او را در گره بگیریم و برای شما در برابرش پول بتین. خب چی دارین؟ بالاخره معدن دارین. خب چی دارین؟ بالاخره فارم دارین، بالاخره آب دارین، بالاخره سرزمین دارین. این کارا در افریقا شده، در بعضی کشورهای پس استعمار نو برش که میگن یا نیو کلونالیسم به اینجوری صورت گرفته در حتی جرمنی حتی فرانسه ای کار در کشورها انجام دادن. مثلا معادن بسیار بزرگ خریدن، چینایی ها خریدن مثلا به نرخ بسیار ارزان معادن بسیار کلان زغال سنگ یا معادن آهن خریدن. این در حالی بوده که کشور به یک نوعی به رشد نیاز داشته و به پول نیاز داشته و گفته که خب تو ظرفیت داری، ما پول دارم، من پول در اختیار میدم، از ظرفیتات لطفا برای ما در اختیار ما بان یا در گره ما بان. این چیزهای مختلف میتونه باشه، واریانت های مختلف میتونه باشه، اما همه از اینها جناب استاد به این معنا نیست که ما افغان هم هیچ نوع نقش رول یا اثر گذاری مثلا نداشتیم. آنچه ما کردیم با خود هیچ نابینا نکرد، در میان خانه گم کردیم صاحب خانه را. بله متاسفانه این مشکل ما هم چی هست، ما همیشه برگرده ما به فرهنگ عمومی که بعدا خدمت شما میرسیم استاد مفصل در مورد صحبت میکنیم. اما غالبا در نشست های بین المللی آنچه وجهه همت مسئولان و زمامداران امور افغانستان هست جلب و جذب حمایت ها و کمک های خارجی است، بدون اینکه اینا اونجا برنامه های مدون راهبردی را بکنن و مثلا یک طرح کلان از آینده کشور از تصامیم کلان و استراتژیک عرضه بکنن که ما میخوایم چیکار بکنیم. اینا کل همتشون و کل هم و غمشون این است که کمک های جهانی را به افغانستان جذب بکنن. فکر میکنین در اجلاس آینده بروکسل افغانستان چه دستمایه‌ای داره که اونجا عرضه بکنه؟
خب یک اراده سیاسی نزد رئیس جمهور وجود داره آدم ویسی اگه قطعی رو بپذیره که رئیس جمهور نمیخواه که مانند دوران کرزه یک دوران فساد باشه حداقل در سیمایش در گفتارش در منطق فردیز بسیار اگر این به یک تیم تبدیل میشد به یک سیستم تبدیل میشد اثر گزاریش تا دو سال بیشتر می بود چرا نتونستن این را به یک تیم و خب سیستم تبدیل در اینجا عوامل مختلف است میوره های چندگانه قدرت نبود دولت بایس قدرت برتر تعریف درست دولت حکومت در جهان این است که قدرت برتر است نسبت به سایر نیروها شما را میتونه مرا میتونه هر کس میتونه مهار کنه در جوش ولی در افغانستان هنوز دولت حکومت به قدرت برتر تبدیل نشده شما در غرب میدونید که مشکل دارین در شرق میدونید که مشکل دارین در شمال و جنوب افغانستان مشکل دارین وقتی میتونه دولت به اقتدار واقعی با قدرت برتر عملکردهای خود آنچه که پلان داره آنچه که پروگرام داره برنامه داره به منصه اجرا قرار بده تطبیق کنه که او خودش دارای انمی رقم یک صفت باشه کی نیست متاسفانه عامل اساسی است دیگه مصلحت ها دیگه یک مقدار ترس و واهمه و واهمه از یک عدم اعتماد به نفس آغاز میشه متاسفانه ناشه از وابستگی است بیشتر خب وابستگی عامل دیگه است میتونه عامل چهارمی پنجمی و گرایش های ما گرایش هایی که حتی در زبان و در حرف میگیم که ما او را نداریم اما در عمل میبینیم که یک چنین گرایش هایی وجود داره گرایش به گروه، گرایش به قوم، گرایش به زبان، گرایش به سمت، گرایش به تیم اینا ما وقتی میتونیم دولت ملی بسازیم که با کادر ملی ملت افغانستان رجوع کنیم ما برای ازی باشیم که این کی است نبینیم که کی گفت ببینیم که چی گفت چی فکر میکنه چی عمل داره وقتی ما در صداقت پندار صداقت گفتار و صداقت عمل انسان یک مایره یک درون مایره درک کردیم باید برای کار بسپاریم اعتماد بکنیم و کنترلش هم بکنیم حق مشروع یک دولت است یک نظام است که کنترل کنه ولو برادر رئیس جمهور که معاونش باشه حقش است که کنترل کنه و تمام دستگاه دولت یعنی ما مشکل مضاعف داریم مشکل چند جانبه داریم چند گانه داریم علی فساد مبارزه میکنیم ولی تعهد نداریم علی فساد میخوایم مبارزه میکنیم ولی سیستم برش ایجاد کرده نمیتونیم علی فساد میخوایم مبارزه کنیم ولی تجربه مبارزه علی فساد نداریم خب به هر حال این فساد ما دولت داشتیم در افغانستان ببخشید حالا اگر او دولت به هر اسم و رسم یاد میکنن به این پیمانه همین ملت بود همین افغانستان بود همین خاک بود این بچه ها از آسمان پایین نشده بودن همین مردم از کو پایین نشده از فردوس برین پایین نشده بودن اینا از مردم خاکی این سرزمین بودن بله خود ولی ولی بودن خانه ندارن وزیر بودن خانه ندارن پادشاه بودن خانه ندارن این بحث این بحث دوباره همو سیستم ببخشید اینجا فقط ایجاد سیستم در برابر سیستم تعهد در برابر تعهد تجربه و تخصص امین میاد دمو دولت ها وجود داشت حتی دولت دوزایر خان و داود خان و اینا به یه حد فاسد و فساد پیش امین ملت بود فقر بیشتر بود ازی که نارسایی های اقتصادی بیشتر بود در یک اعتقاد ملاحظات وجود داره جناب استاد ملاحظات وجود داره که اگر فرصت شد به او میپردازیم اما فعلا چون فساد به عنوان یک مهره محوری تأثیر گذار بر روابط افغانستان و جهان مورد بحث ما هست و اجلاس بروکسل هم اجلاسی است که شدیداً تحت تأثیر فساد گسترده در ادارات افغانستان واقع شده به گونه ای که آقای ریچارد اولسون نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان تاکید کرده که این کمک سالانه 3 میلیارد دلار در صورتی در اختیار افغانستان گذاشته میشه که دولت کابل در امر مبارزه با فساد و اجرای اصلاحات موفق باشه مفهوم این سخنی است که در صورت ناتوانی حکومت وحدت ملی در اجرای اصلاحات و ریشه‌کن کردن فساد این کمک انجام نمیشه شما چون این برداشت رو دارین در این صورت تکلیف کشور ما چی میشه سرنوشت شما چی میشه من شما بگیم ما و هم جهانیان میدارن که مبارزه علیه یک چنین فساد گسترده که در یک حکومت خودانگیخته که بخشی از اون نیروهای ایلاجاری به اصطلاح تشکیل میداد و بخشی از اون نیروهایی که فاقد صلاحیت دولتداری بودن و آمدن دولتدار شدن تشکیل میداد و بحران فراگیر هم ایره
تقویه کرد و بحران نظامی سیاسی اقتصادی در جامعه همه اینا دست به دست هم داد تا یک چنین فساد خودانگیخته به صورت یک دولت فساد پیشه که به صورت خودانگیخته شکل گرفت و پاور نظامی هم در پشت سرش قرار داشت قوی نظامی و این قوی نظامی متاسفانه در برخی موارد قوی متمرکز دولتی هم نبود قوی متلاشی نامتمرکز در محلات افغانستان بود همه از اینا موارد مطالعه جامعه جهانی است اونا اینطور نیست که ندانند که فساد یک شبه از بین میره این موفقیت یک موفقیت نسبی است برای دولت افغانستان باز خدمت شما میگم که در هر سیاستی در تطبیق هر برنامه اراده سیاسی کادرهای تطبیق کننده از اراده برنامه مدون و منظم و تجربه و تعهد نیاز است دولت افغانستان ناگزیر است بالاخره یک حزب سیاسی یک نیروی سیاسی متحد در افغانستان نیاز است که یا در کنار دولت بیسته تا علیه فساد مبارزه کنه یا ای که خود در محور سیاست قرار بگیره که علیه فساد برچینه و این زمان کار داره به یک شبه مو حزب سیاسی هم نمیتونه منتها به مراتب میتونه موفق تر باشه چرا شبکه سیاسی که ما در کشور به صورت گسترده او را بتونیم پهن کنیم و در کشور حضور پیدا کنه او شبکه را غیر از یک حزب سیاسی نیرومند دارای برنامه پروگرام کادر تجربه تعهد کس دیگه نمیتونه تطبیق کنه خود در کشور که یک دولت نامتعهد در کشور افرادش ببخشید که افرادش هر کلاو بر خیال است به اصطلاح هیچ کس به هیچ کس در برابر هیچ کس مسئول نیست در برخی موارد این دولت ها نمیتونن موفق باشن دولت های در دنیا تانسته موفق باشه که اونا عمدتا از یک برنامه با تعهد و با تجربه و با تخصص که عمدتا عذاب سیاسی در میارش قرار داشته برنامه خود تطبیق کرده اتفاقا مشکل تحزب به معنای مدرن کلمه هم در کشور مثل افغانستان همی است که گستردگی شبکه ای فساد و فراگیری افغانستان شمول ای پدیده مانع شکلگیری تحزب به اون معنایی که مورد نظر است میشه نه خیر نه در ببینین روی هزار ساله با گام نخست آغاز میشه اینطور هم نیست که ما برای از اینکه موانع فراوان داریم از هیچ جایی از هیچ گامی از هیچ کسی شروع نکنیم یک جایی باید ما به این اتنا کنیم به این باور برسیم که غیر پس چی راه هست فساد باید همینطور دوامدار وجود داشته باشه افغانستان به یک کشور فاسد خدای نخواسته سیارود جهان همیشه باشه نه مشکلی است که ما فساد از پایین شروع نشده جناب استاد فساد از مهره های اصلی و کادر های کلان دولتی شروع شده بنابراین کسانی که مثلا در حد تشکیل حزب سیاسی میخواین با این فساد مبارزه بکنن باید از راه به جای ببرن مگر اینکه مهره های اصلی فساد از سر راه باشه شد. بله ما وقتی که میگم حزب سیاسی به ایمان نیست که او مدیر کدام شعبه اختصاصی چه او باید در محور قدرت باشه بله او باید سیاست گذار باشه او باید بدانه که امروز و فردای جامعه و کدام سو حرکت میکنه او باید تیم همکار خود از جامعه داشته باشه او باید جامعه روشن فکری را افکار عامه را با خود امسو داشته باشه اینطور خونه میشه که ما وطنایی بگیم یک حزب سیاسی میه و کل موانع و مشکلات و آلام و مسائل و پرابلم ها را حل میکنه این حزب سیاسی در یک میماریت بیس یک هسته میتونه پیرامون خود به صورت موجی ایجاد کنه جامعه روشن فکری است لایه های پیرامونی است لایه های جامعه مدنی است نیروهای روشن فکر مستقل است یک قول شما میگیریم که در مورد تحزب و سرنوشت حزب سازی در افغانستان یک بحثی مفصل و مبسوط دو نفره داشته باشیم انشاءالله اما خب به هر حال فعلا افغانستان با هشدار نماینده ویژه آمریکا در زمینه دریافت سالانه 3 میلیارد دلار کمک جامعه جهانی مواجه است این هشدارها چقدر جدی است و از طرف هم چقدر میتونه کمک بکنه به کاهش فساد در افغانستان خب هشدارها از یک نقطه نظر برای ما مفید است برای جامعه هم مفید است برای خود نظام و دولت هم مفید است باید یک نیروی باشه که ایران عامل بازدارنده حیف و میل از این پول ها باشه دیگه این خوب درست است و مساتی که مانند سیگار یا دیگه سازمان ها فعالیت میکنن اینا نقصشانی است که با جامعه روشن فکری افغانستان حداقل با این نهادهایی که پیشتر نام گرفتم با اینا در ارتباط نیستن
اینا خودشان میرن با فساد پیش ها میشینن راجع به فساد گپ میزنن. مثل که یک وقت یک رئیس جمهور سابق تمام مامورین فساد پیش دولت خواسته بود علیه فساد مبارزه اعلان کرد. خب ما ایران ماندیم که کلی حداقل معلم ها رو میخواستین، حداقل یک جمع روشن فکرها و رسانه ها و اینا رو میخواستین، کل کابینه و کل وزرا و که فساد غرق و امونا رو خواسته بودن علیه فساد مبارزه اعلان کردن. و جالب بود که این بزرگ به نمایش نمایشنامی مزهک مشابه بود تا به یک اجلاس کارگزار که واقعا در محتوای خود بر جامعه یک نوید داشته باشه. امی رقم دولت افغانستان و مسات بینالی هم گاهی وقت بسیار اشتباه میپالن و نیروهای را که میفهمن که صادق هستن و تن دوست هستن و امتحان دادن، اونها از امتحان از آزمونی بزرگ زمان برآمدن، یک نسل بسیار خوبی در افغانستان برای اطلاع و ترقی افغانستان کار کردن و اینا میدونن که چرا چگونه علیه فساد مبارزه کنن. و بیشتر که مبارزه علیه فساد تقوا بسیار مهم است. شما خود که تقوا نداشته باشین، تقوای سیاسی نداشته باشین، تقوای دینی نداشته باشین، به چیزی معتقد نباشین، باور نداشته باشین، از اون سوی قنوسا آمده باشین با بکس خالی و با پر از طلا و دلار بر بگردین، شما دیگه چی اعتقاد دارین؟ فقط یک اعتقاد دارین که بچه تان باید در بهترین کالج درس بخونه، شهریش باید بپردازین و بهترین ویلا و خانه و شو در سایل این بحر و آن بحر داشته باشین و در یک زندگی تجملی جامعه سرمایداری در رقابت عقب نمان. استاد عزیز، یک نگاهی است در مورد ناکامی فساد، مبارزه با فساد که عمدتا با پدیده فساد برخورد سیاسی میشه، در حالی که این پدیده یک پدیده فرهنگی است و ریشه در پیشینه تاریخ سیاسی افغانستان داره، چیز خلق الساعه نیست که در همین 15 سال گذشته به وجود آمده باشه. اگر ما بخوایم با ابزارهای فرهنگی به جنگ فساد بریم چه امکاناتی در اختیار داریم؟ من خدمت شما بگم که من با این گپ هیچ موافق نیستم. پیشینه فرهنگی افغانستان پیشینه فساد نیست. من با پیشینه فرهنگی افغانستان آشنا هستم. 30 سال است حداقل در دانشگاه کابل استاد هستم. 30 سال اضافه تر تا درست؟ ما به این یک نفر استاد اگر تمام دانشجوهای کابل از کسی کدام پیسه چیزی میگرفت همه دانشجو از سر از خبر بود. امروز ما به سختی میافم که برعکس چه پیدا کنم. فهمیدیم چی میگم؟ دیروز در جامعه افغانستان صداقت بود، صفایی بود، پاکی بود. شما به یک حوالی بسیار عادی با یک پرزی بسیار عادی پول دانه در شرق غرب دنیا میگرفتید. شما در جامعتون بسیار یک اعتبار قوی داشتین، اعتبار زبان داشتین، شریک شما در غیاب شما پول شما رو اضافه کرد. فعلا این وضعیت نداره. فعلا این وضعیت نداره. فرهنگ میگین ببینین اول وقتی فرهنگ میگین مجموعه دستاوردهای مادی و معنوی انسان و مجموعه کارکردهای انسان، مجموعه کنش ها و کنش های اخلاقی و ادبی و سیاسی انسان رو شامل است دیگه. ما خود نمیتونیم که بگوییم که بله آی... ما براتون بسیار سریع میگم در دولت دکتر نجیب الله اگه یک میلیارد دلار برای اردوی افغانستان میدادین برتون از چیز هم از بنگلادش هم تیر میشد. در زمان ظاهرشاه و داوود خان زمان یک لیتر تیل ببینین در زمان ظاهرشاه و داوود خان ایتو کرپشنی که امروز در افغانستان به این پولهای با داورده آورد این رقم نبود. نه مثلا صحبتی است که ما در زمان مثلا داوود و در زمان ظاهر فساد اداری داشتیم یا نداشتیم؟ داشتیم. خب در سطح پایین به دلیل محدودیت امکانات فساد بودن. چی میفرمایید؟ نه من براتون دو عرض میکنم. یکی که فساد به حیث یک پدیده اجتماعی در جامعه افغانستان دولت های غیر مردمی شکل گرفت. شما وقتی که سر ماهیت نظام صحبت میکنین، ماهیت نظام داوود با نظام این فرق نداره. ما وقتی که ماهیت نظام مردمی باشه، خدمتگزار مردم باشه، خدمتگزار طبقه کارگر و زحمتکش و دهقان و مظلوم جامعه باشه، درست؟ او باز از نظر ماهیت فرق میکنه. ماهیت نظام معطوف به کی است؟ معطوف به یک مشت اقلیت مفتخار معاملگر نه دلال به اصطلاح دیگه لغتایش هم میمونین در جایش معطوف به اون است و اینا پیرامون نظام تشکیل میدن. پیرامون نظام افراد معتقده که خلق افغانستان به مردم زحمتکش
به انسان دردمند سرزمین معتقد باشه، باورمند باشه، معطوف به او نیست دیگه. خب ماهیت نظام، اگر ماهیت نظام را ادعاها و شعارها تشکیل بده که نمیته، بیشترین ادعا را، بله بیشترین ادعای مردمی بودن همین نظام های دموکراتیک منتخب دارن، ولیکن بیشتر از همه آلوده به فساد. من یک روز دوام خدمت شما در این مجلس گفتم در مشرق زمین از طریق دموکراسی گاه ناگاه به قدرت میرسن ولی به دکتاتورهای عجیب تبدیل میشه. مشرق زمین کشورهای رمز و راز است، هنوز ما رمز و راز داریم در این سرزمین ها. ما نمیگم که حالا این ماهیت از این نظام مکمل، ما گفتم پیشتر خدمت شما فردن رئیس جمهور اراده داره، من احساس میکنم حداقل یا مدتی کوتاهی که همکار بودیم، من میفهم که اونا یک فکر دارن که افغانستان باید سریع ترقی کنه، فساد نباشه، طرفدار کرپشن، طرفدار معاملگری و کار سیانیستن. اما سیستم برزی کار است، یک سیستم باورمند، معتقد، متجرب، بچه جوان هم خوب است. مثلا شما وقتی جوان ها رو در صحنه میارین، جوان بسیار خوب است، یه احساس داره، ولی تجربه کارش نداره متاسفانه. شما ناگزیر هستین که به یک نسل مراجعه کنین که اون نسل در محور سیاست افغانستان به ایسی یک نیروی کارگزار با تجربه با تعهد قرار بگیره و نظامتان جور کنه و نظامتان مومد مسمر باشه و او رو در عمل ببینین. خب حالا در مورد این که نسل خارج بگیریم، نسل جوان بی تجربه است، نسل با تجربه ما از کار افتاده است، پس ما چیکار بکنیم دیگه واسه؟ نه ما تو رو نگفتم. ببینید نسل از کار افتاده که از کار افتاده است، ما نسل میانی داریم، ما داریم. من نمیگم که کل کار محور کار این نسل باشه، محور کار نسل جوان باشه. ببینید خب بالاخره این نسل جوان بود آموزش میدن آشنا شدن، یک تعداد مردمی که دارای تجربه هستن. حالا اینطور نیست که ما اولین و آخرین کشور دنیا هستیم، در صدها کشور دیگه دنیا همین رقم است. ما تا سال 65 سن قانونی کار داریم، نه 65 تقاعد میکنیم. ما نسل بالای 40 هم داریم، نسل بالای 30 و 40 داریم که نسل با تجربه، با تحصیل، با تعهد برای افغانستان است و ما غلط میپالیم اونه، ما کور میپالیم، کورخان میپالیم مثلا صحیح نمیپالیم که ببینیم که و اگر میافیم هم او رو با اینک تعصب خود میبینیم. خب که دیروز چی کاره بوده، پریروز چی کاره بوده، با کدام حزب تعلق داشته، با کدام قوم تعلق داشته، نگرش ملی سمت است، نگرش ملی از کدام سمت است، در کجا درس خونده، حتی کشوری که درس خونده برش مهم است. بله بله. خیلی خوب استاد، چون در لحظات پایانی هستیم، یک سوال در پایان خدمت شما عرض میکنم که اگه ما بخوایم بین تروریسم و فساد مقایسه بکنیم و نسبت سنجی، از این دو کدامش بر افغانستان خطرناک‌تر است؟ خب بر نظر ما هر دو خطرناک است، ولی وقتی که تروریسم میگیم، تروریسم عمل جنایی وقتی کشتار و کشتار دست جمعی و انفجار و انتحار اینا است که عملیات آنی و فوری است و در یک جامعه میتونه آسیبای جانی و مالی فراوان بیاره. اما فساد یک پدیده اجتماعی است که میتونه در جامعه در تار و پودش نفوذ کنه و جامعه را از درون به طویل المدت بفرسایه، به یک فرسایش دوامدار روبرویش کنه. از این خاطر هر دو خطرناک است، ولی خطر از او خطر آنی و فوری است، خطر از این خطر دوامدار و در برابر تروریسم میشه قوای امنیتی و نیروهای ملی و مردمی استادگی کنن، تروریسم رفعش های جامعه جهانی دست به دست هم بده، ولی در برابر از این یک ذره کار طویل مدت و برخورد خدمت شما بگویم که این دوامدار کار است و اگه این ریشه کنه در جامعه، باز به گپ کارل مارکس، مارکس بسیار یک جمله جالب داره، میگه که شما یک بحران وقتی عمق یک بحران میتونین دریابین که او بحران در اخلاقیات اجتماعی اثر گذاشته باشه. وقتی که شما اخلاق ضربه میزنین، او پایدارتر است نسبت به عوامل دیگه، اقتصاد یا سیاست یا اینا رو میشه زود جلوش اگه زود ترمیم کرد، اما اخلاقیات به سادگی ترمیم کرده نشه. بسیار تشکر جناب استاد رویش، از حضور شما در این بحث استفاده کردیم، از همراهی شما هم سپاسگزار هستیم و خداوند نگهدار شما.